خودی را برو. آره این بی خودی را برو. این بی خودی را برو. ببین اگه واسه این که با همه نرفتیم خونه یا خوشی که قیافه گرفتی، بذار بهت بگم که قیافه نگی. توی فیلم آلم دلون روی خیابونمون بیماشیم، بعد رفت نشست پشت فرمون، دو تا سیمو هی زد به هم، هی زد به هم، هی زد به هم، سر دو تا سیم جرد رو زد، ماشه روشن شد. منم میخوام همین ریختی پیکان روشنگ رو روشنش کنم. بعد که روشنگ شد هم یه وری میریم، یه دوری میزنیم، دلم یه کمی باد میخوره. ها؟ خوبه؟ منیجه خسرت سر رفت دیگه. ها؟ منیجه دیوار نت میگم حسنت سرت جواب بده، همه کارات میتینگ میتینگ سکوت نیا. فارسی بگو چته، بگو که ما هم بفهمیم چته بابا. درد دارم. یعنی چی درد دارم؟ یعنی بذار ببینم. فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند. نه نمیتونم حساب کنم چند ماهته. 8 ماهه. فکر کردم داری زود میذاری، یه ما مونده. حالا خوبی انگار؟ ها خوبه. ولی یهو کلم ولی خیالم راحت شد. اه خیالت راحت شد؟ آره خیالم راحت شد. مرد بی مسئولیت، مرد بی خیال، بدم میاد ازت. خیلی بی معرفتی بروز. اصلا از اون مردای هستی که هیچ به فکر زنشون نیستن. من الان شاید 8 ماه بذارم تو همیشه و همه جا باید به فکر من باشی، میفهمی؟ من یه مرد بی خیال و بی تفاوت نیستم. من حواسم به همه جا هست، شیشتونگ اوضاع زندگی رو نظارت میکنم. من همیشه واسه تو ناراحتم. درسته یه مرد فقیرم، اما بی مسئولیت نیستم. میتونی را بیای؟ دنبال من بیا. وای نیستش کیف من اینجا. مینا بیا. کیف منو ندیدی تو؟ نبخش تو بردی؟ اینجا بود. اینه هاشه. چی 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 اینه هاش بابا پیدا کردم. بریم 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 دیگه. بفهم برو دیگه بسا. بفهم پیدا کردی؟ بریم بفرمایی بفرمایی برو. میگم کفش من لینه بوده خواهی که حالشو برش کنم.
میزنه برای این دوتا بچه؟ کدوم دوتا بچه؟ نه در هر سه تا، یعنی بهروز و مریض و بچه بهروز اینا تو باغ هم، من احساس میکنم که دارم عذاب میدونم. سویچه هم، سویچه هم. بیا، سیستم باشید با هم. من امیر بیاد نمیرم ها. آدم باشید با هم. عجب. خب تنهایی که نمیشه بریم. منم تو بیای نمیرم. بریم سازگار باشید. من با تو نیستم که. میدونم تو عشق خیلی اهمیت میدی. پس شما تشریف ببر برو به عشقت برس. منظور چی بود؟ منظور چی بود؟ منظور چی بود؟ باید با هم بریم. نمیشه که تنهایی بریم تو جاده. بیا. رضا. جایی. جونم نه. بیا بجون. این 500 لیر بگیر. بریم با بدون دیار. ولی فقط من رو گاز بگیر. همون من با تو سر حد مرگ مبارزه میکنم. بدبخت و معروفی به ترس. تو یه سگی که مثل سگ میترسی. ببین آقا سگه یا خانم سگه، این من هیچ خوب میدونه. خوبه که تو هم بدونی که اگه من سگ بشم از تو و همه کس و کارت هم سک دارم هم هار دارم. پس برای من سک بازی و هار بازی در نیار. ببین هاپو، من اومدم به این آقا تاوانیه این دوتا جعبه نوشابه رو بفروشم که یهو اومدی جلوی من. نیا که بسته هست. منش بسته هست. خوبه من اگه به روز جونت مرده که دیگران بخوان نجاتت بدن. چخه چخه به دستک. گل من چپنو شبه پول نقده، با هم میریم میفروشیمش، میریم تهرون، میریم دفترچه بیمه فریبات رو میگیریم و میریم دکتر. حرف بزن، حرف بزن. نگران نباش عزیزم، نگران نباش. من میدونم دیگه تو به خاطر قهرت با این داداش بهزاد نمیخوای زنگ بزنی. آخر سر سر این قهرت منو میکشی تو. شوهر با مسئولیت هم. آره یه شوهری که به خاطر زنش پا روی غرورش میذاره. آره بابا نداری پواشتا با تروشا کن. آقا
آقا خواهش میکنم، تمنا میکنم، زنم داره میرسد، اجازه بدید در عوض این کبشش این شبه ها یه تلفن کنم تهرین. من در حال حاضر پول به صورت نقدی ندارم، اما این شیم شما رو در عوضش میدم به شما. من پسر خانم گلکارم، شاید خانم گلکار معرف بزرگتون باشن. این کارا چیه؟ زنگ میدم پولم نمیخواد. ایفت شماره ته بده. شماره کجاست؟ شمارم شماره تهرونه. سلام. شمارم شماره خونه برادرمه که باش حرف نمیزنم، برادری که چشم ندارم ببینمش، اما حالا میخوام باش حرف بزنم. من دیگه خونم رو به جوش آورده، به خاطر همینم که شده باش حرف میزنم. آره با آقاشی که حرف میزنم. با خودش واقعا حرف میزنی؟ با خود خودش؟ یعنی که مثلا الان چون اونا اول رفتن اونجا، بعد همشون هم اونجا هستن، تو زنگ میزنی با آقا بهزاد میگه که مثلا گوشی رو بده محترم خانم. من هیچ نامرد. خب بالاخره همینشم که تلفن کنم خونه آقا شیکه، خودش گلیه. ایناش آقا هی بوغ میخوره کسی گوشی رو ور نمیداره، هی بوغ میخوره کسی گوشی رو ور نمیداره. من نمیدونم به این بوغی که کسی گوشی رو ور نمیداره چی میگن. به ما یه بوغ داریم که یه بوغ یه سره است، تازه بعدش باید تلفن کرد، اون اسمش بوغ آزاده. یه بوغ 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 داریم که بوغ اشغاله، اصلا اسمش کاملا معروفه. این بوغی که کسی گوشی رو ور نمیداره بهش چی میگن؟ اصلا اسمش چیه آقا؟ آقا این بوغی که هی میخوره بعد کسی گوشی رو ور نمیداره اسمش چیه؟ نمیدونم، این یکی اسم نداره جان؟ این یکی اسم نداره. بوغ بیا گوشی رو بردار، بایی کسی گوشی رو ور نمیداره. چه اینجی نگاه میکنم؟ بیا گوش کن، فکر که من علکی میگم، گوش کن. دیدی؟ بر نمیدارم، میشنوی؟ الان بهتری؟ بهتر. دردت ول کرد؟ بریم بریم. آقا این جعبه شیشه نوشابه رو اما میخری؟ این تابونیه بسته بود. من شما گره گرفتم؟ نه منم بر نمیدم. بله بله. ای خدا خسته شدم. درد داری باز؟ الان گرفته باز؟ نه ولی خسته شدم. خب ببین الان وزن منو تو این همه اون بچه که الان توی شکم توه، خاطر جمع باشه از این دوتا جمع شیشه نیشو باقا سبکتره. دردم که نداری. این سمسوره هرار منش بودو بودو. بدهکاری بهش؟ بدهکار چیه؟ میخوام اینا رو بفروشم بهش با پولش خودمون رو برسونیم یه جایی. بودو بابا تو راست راستی فکر میکنی بچه یه چیزی شبیه شیشه نوشابه است؟ من با این وزم بودو؟ آره آره ببخشید هیچی خودم میتونم. آی بهروز تلویزیون رو واسه چی برداشتی؟ واسه تو توفان احساسات گیر کردی؟ بهت بگم ها، نه اون تلویزیون رو نه این خره رو نمیذارم بفروشی. اون تلویزیون رو من دوست دارم، این خره هم امانته، امیر دوستش داره. آقای سمسار محترم بنا شده پول خوبی بابت این تلویزیون بدن، یعنی همون مبلغ رو که روز خرید تلویزیون تقدیمشون کردیم الان بناست تقدیم کنم به ما، به اضافه مبلغ خوبی بابت این خر جوان. نه آقا خانم واسه چی خر رو باز میکنیم؟ بابا یه سال طول کشید و بستیمش. ببین شما داری آدم رو اذیت میکنین. آقا من شما رو اذیت میکنم؟ بله من آقا نمیشناسم، این فروشی نیست. برو فکر کردی من یادم رفته واسه پول همین تلویزیون اومدی دم در باغ گفتی ما به شما بدهکاری؟ جلو همه ما رو کوچیک کرد. منیجه آه یه دقیقه بیا. چه
زن حسابی لک نکن، الان دردت ویل کرده، یه رب دیگه میگیره. دوزارم پولمون جیبمون نیست ببرم درمونگاهی جایی. چرا متوجه نیستی؟ مثلا خیلی مرد مسئولی هستی؟ من خوبم، درد من درد بگیر نگیره، درد زایمان نیست که. میدونم تو ببین من خیلی اهمیت میدونم. منظور چی بود؟ منظور چی بود؟ امیر من منظور چی بود؟ رضا جان امیر امو شگوری پگوری من اجازه هست برای مخارج درد زایمان زنم اوت خرتو بپوشم یا بذارمش گرو؟ امیرمو اگه بدونی در نبوده چه لحظه سختی بر من و زنم اوت گذشت. بفروشمش امو. امو خر واسه چی بفروشم؟ تو اینو بهم بگو خر واسه چی بفروشم؟ وقت این بچه پول 500 تومن پول دستشه. امو لاج نکن بیا بدیم دیگه بابا. الان دیگه همه خونه خاله اشمت سادتینایی دیگه خونه امو بهزاد نیستی. بودو برو به منیجر خانومم بگو بیاد. بودو برو. اما با من گری چشمی خونه 500 تومن داد به این بچه پورو. اصلا به خاطر شما داد به جان خود. چی میگی؟ برو بگیر ازش. این مثلا میخواد مثلا میخواد اختیارداری کنه پول رو نمیکنه. میخواد بگی مثلا من خیلی سرم. تو برو بگیر ازش بابا کل کارت رو میفته. کل کارت رو میفته. خرا برای چی بفروشین؟ 500 تومن. به جان خود. برو بگیر ازش. پول دست آقا رضاست. آره آره بله دقیقاً دست خودشه. آفرین. دایی بیایم بریم خونه خاله حشمت و سادات، اونجا نظر مالی هیچ مشکلی نداره. بده ببینم چقدر پول دنبالته. حرف بی خود نزن، 500 تومن رو بده بیاد. فکر میکنه خیلی سرت میشه؟ امیر دنلق به شما گفت من 500 تومن همرامه؟ حرفو عوض نکن، خوب کر که گفت. بده بیاد. آقا جون بفرمایید شما چیزی از فروش نهاریم، اصلا چیزی نمیفروشیم. یالا بفرمایید. نفروش آقا، منو باش گیریه باش دیوانه افتادم. بیا با این خرتون خانم بیا آقا بینم. بده بیاد برای معطلش نم. خانم بیا آقا. رضا گوش کن، تو و امیر گوش کنین، دوتاییتون الان این دوتا بچه زرنگ میرین دهات قشنگ جستجو میکنین، سوال میپرسین میبینین این دوروبرا قابله کجا هست، برش میدارین میانین اینجا که منیجر رو معاینه کنه. سهر اون درد زایمانو بگی نگیر گفتم وقتی واسه من قیافه میای بریم بگردیم با قابله برگردیم. بی قابله نیا اینا، تو شما با قابله میای منم این پیکان قرازه هوشنگ رو میندازم. راستی دایی به قابله بگو ممکنه با ما به عنوان اسکورت طبیه منیجه بیاد تهرون، یادت نمیره؟ به ایمون قابله کجا گیر بیاریم؟ به چی؟ حالا اما اومدیم و قابله گیر نیاریم، چیکار کنیم؟ اختراع کنیمش قابله رو؟ نه نه یاریم، میزنم تو دهن تو. گیر بیاریم، حرف نزنیم. زر کنو خیار بیستابو، با این رسابو رو قابله گیر بیار. بی قابله بر نگردیم، فهمیدین؟ جوهر خودتون رو نشون بدیم، بی وجود باسی هم در نیاریم. مواظبش باشون. حواسم به این خره هست. زودی برگردیم. میگم همین خرت هم با خودت میآوردی، یه وقت تنهایی تو باغ طوریش نشه. راستی اینجا به اندازه وفور هم جامسکن برای خرت هست. تو به این خره خیلی علاقه مندی نه؟ براش نگرانی؟ آره زیاد بهش علاقه مند نشو، علاقه شدید آدمو کور میکنه. آره خیلی خوب سردی، ما نمیتونیم تو شانزلیزه قدم بزنیم، ما مثل که اومدیم دنبال قابله. چیکار کنم؟ بودم داد بزنم؟ شما میخوای بود داد بزن؟ اما به روز دیگه پاشیم بریم دنبال قابله، قابله جور کنیم. ها کجا؟ هیچ که هم نیست ازش سوالی کنیم.
آقا، آقا، شما قابله سراغ نداری؟ قابله؟ تو که جواب نمیده. امیر یادت سر حسایی تمرندی با من دعوا کردی؟ حسایی تمرندی به هم میخور تو از صداش خوشت میومد. چیه؟ حالا از اون موقع با ما عقده داری؟ ببین داری از تو له میکنی رضوان. ببینم تو واقعا برای چی داوطلب شدی که از خونه دایی بسات بیای باغ مارم دنبال خودت آواره کردی؟ ها؟ واقعا دلت چوره دایی بروزینا رو میزد؟ یا برای کشف دلیلش باید برگردیم به همون مبحث علاقه؟ بگو دیگه. چی شد؟ میدونی چی امیر؟ تو خیلی زود دل میبندی. خیلی زود. جدی دارم میگم. انقدر زود دل نبند. ببین، بشناس، بررسی کن. ببین طرف اصلا به دردت میخوره. تو به درد طرف میخوری. یه ذرم به فکر منافع دختره باش. توی که انقدر بچه نگرانی هستی، انقدر به فکر منافع خودت نباش امیر جان. ببینم هنوزم بهش فکر میکنی؟ دیگه داری عقده‌ای بازی در میاری. ببین توی بچه عقده‌ای هستی، من میدونم. مامانت زیاد کتکت زد عقده‌ای شدی داداش. ببین من زورم خیلی از تو بیشتره. پسرم من نمیخوام بزنم. آره بابا پررو چی بهش میگه پررو شده نیم وجب بچه میشو بینیم بابا چه ها ها چه ها دوست. بلنشو بلنشو ببینم بلنشو تو هم بلنشو ببینم بلنشو
معتادی آره؟ اومدی دوزی؟ موتور برق منم تو دوزیدی آره؟ بابا بلم کن چی میگی بتونه من دیوونم کردی؟ بلا بلا موتور برق تو من ندوزیدم، چرا میخوای آدم آبروی خودش رو ببره؟ مگه تو پلیسی؟ مگه تو مال کمیته ای؟ لباسم هم اگه پاره از واسه اینی که با پسرده یه میمونم دعوا کردم. خودم مال باقی گلکارم، نوهی خانم گلکار، اسمم رضاست. اومدم تو کوچه ها دنبال قابله میگردم چون زندهیم داره میزاد. باز برای تو هم توضیح بدم که زندهیم داره میزاد. آره؟ صدا تو بلند نکن بچه. دوز معتاد. متوبق آوردی آوردی. نه آوردی سرکات با شور آباده. دیگه داری در میری معتاد. یه عجب آدمی افتادی ما. آقا باغ گلکار اون بره، بیا بریم نشونت بدم. دست از سر من بردار. آقا والا بلا موتور برق تو من ندوزیدم. دوزه موتورت دوزه باید زد. الله اکبر. خواب در کوزم جان میشه. خاله خاله اترام نوکرتم. خاله من گیره یاروی افتادم که فکر میکنه موتور برقشو من دزدیدم. خاله درسته مادرم با شما قره و شما با اون قری، اما تو رو به ارواح پدره، تو رو جون مام بزرگه که میدونم خیلی دوستش داری، تو رو به اون نمازی که داری میخونه بیا من از دست این یارو نجات بده. آی مردی که گنده بک، به پسر خواهر من چیکار داری؟ ولش کن، برو دنبال دوز واقعی موتور برقت بگرد. رضا جان، خاله حالت خوبه؟ چرا اونجا چی شده؟ چرا زخم شده خاله؟ رضا جان، رضا خودم بارو خرو رو میذارم و میرم حتی با این آقا شکم آشتی میکنم.
دیگه کم شدن روحتی بیشتر. خدایا من غلط واقعی کردم، غلط کردم خدا. من این چشورم، من این چشورم، من این چشورم، من این چشورم، امیر 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 عمو شکر بگوییم اگه بدونی چه پدری ازم در اومد. عمو سرم داشت میمون، بچه‌ام داشت میمون، خدا صدامو شنید. من خیلی دوست دارم، من همه رو دوست دارم. همو کلید نیست. بگرد تو همون کموداست پیدا میکنی. واقعا برام حس فوق العاده ای داره که شما منو به اسم کوچیک صدا کردی. شما به من گفتین رضا. رضا جون اون بهروز دیوونه رو ول کردن تو این باغ درندش با این زن زاو. بعد بهروز دیوونه هم رضای دیوونه و امیر دیوونه رو فرستاده دنبال قابله. نفسم در نمیاد. آخه بگو بهرام، تو چرا گذاشتی این دوتا تنها بمونن؟ حس فوق‌العاده بعدیم این بود که خدایا من شما رو خالص صدا کردم. آخه من جز شما خالی دیگه ای ندارم که.
بلند شو بلند شو، این در پیکر رو قفل کن، زودتر بریم، نمیخواد انقدر احساساتی باشی. پاشو. داشتی میگفتی؟ هیچی، گفتم من جز شما خاله دیگه ای ندارم. که بهش بگی خاله. بله خاله، آخه خاله چیز مهمیه. آها. ببین بعد از من ننم یه دختر زایید، 2 سالش که بود زردی گرفت مرد. برو بگرد قبرشو پیدا کن، سر قبرش بشین هی بگو خاله خاله. صغیر و کبیرتون خل تشریف دارید. خل این که کپی پا شدین دنبال من را افتادین منو پیدا کنید. خاله همه شما رو دوست دارم، اگر نه راه نمی افتادن دنبالتون دیگه. اینقدر حرف نزن. اما شما برخلاف ظاهرتون واقعا مهربون. الان مهربون نباشم چیکار کنم؟ بذارم دختره با اون ندونم کاریای داداش خلوچلم سر زا بره؟ خب نگاه، شما نگرانی اونام نگرانن، به خاطر همین دنبالتون را افتادن دیگه خاله. یه دفعه دیگه بگی خاله، همچون میزنم تو دهن دندونات بری تو شکمتا. قلها والله بخون بخون. میشه یه دقیقه بری پیش خرت؟ آره 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 باشو. من هیچ کسم خیلی درد کشیدی نه؟ خیلی اذیت شدی، الان بهتری؟ دراز بکش، استراحت کن. بذاری جیبه هم. امو بله امو امو پاشو بیا اینجا ببین کی اومده. امو پاشو جون من بیا. فقط دلم میخواد حرف بی خود زده باشی. تو کجا اینجا کجا؟ احترامم پیدا شد. منیجه جان، سلام احترام خانم. بلند شو بلند شو دل دیوونه، بلند شو. نداری؟ چیزی احتیاج نداری؟ به جون خودت حاضرم هر فداکاری وسط بکنم، فقط بگو. خواهر من مرد با مسئولیتی هستم، من میفهمم. اگه میفهمیدی با بقیه میرفتی، یه زن زاور رو اینجا تنها نمیذاشتن. آخه داشتم میرفتن خونه ی آقا شیکه خواهر من،
نمیشد که باهاشون رفت خونه ی آقاشی که خواهر مسئله قهر در میمونه. خودت که با مسئله قهر کاملا آشنایی که تو واسه چه این حرف رو میزنی؟ فکر کن خودت بخواد بری خونه بیژن یا محترم، میری؟ نمیری دیگه. من با تو فرق دارم، تو عقل نداری. با چی؟ وقتی هم که عقل نداشته باشی جونت در عذابه. بپا مردی که تعصب داشته باشه زنش پا به ماست، غرور و لجبازی و عدتفارا رو میذاره کنار. درست که این حرف رو میفهمم. میدونم، خوبم میفهمم منیژه خانم. البته خواهر، پیش پای شما یه صحبت هایی با خدا کردم. ای خواهر، فکر کنم قراره یه انسان نمونهی بشم این به بعد. الان دردت خوبه منیژه؟ بله خوبه. شکر. شما دوتا برین یه ماشین دروسی بگیرین، بگین میخوایم بریم تهران، پولش هم هر چقدر باشه میدیم. بدوین. من ماشینه بابا رو درست میکنم، نمیخواد بریم دنبال ماشین. امین رو راش بیندازم، اینجا سواری دروس گیر نمیاد. پس لفتش نده، شفته. چیه؟ با تو کفگرگی میخوای؟ همان اینا واسه چی آوردی؟ یه دفعه امیرم میخواست خرشو برداری بیاره دیگه. خواهر اگه اجازه بدی آروم باش. خواهر اگه اجازه بدی بندازیمش بره آزاد بشه و پر بکشه و بره. نه بابا، اما چی بندازیمش بره؟ میمیره این پرنی کشو میده این دوستا میمیره بابا. اما اون توتیه بده من بده من بخش بجا میره. ولش کن، بذار همینجا بشینه پسر. ولش کن کار نداشته باش. اما اصلا میخوام تو تیم واسه من باشه. بخواد آدم سو استفاده کن، بدش به من اینجا ببینم. گله بده کو. خواهر الان کجا میریم؟ خواهر پیش به سوی منزل خاله حشمت صادات، همون جایی که الان کل خاندان گلکار جمع شدن. خواهر بریم که همه ببینن تو خوشحال بشن که پیدا شدی. بریم. وای خدا چه صحنه ای میشه. تو رو خدا بریم. بریم. نه خیر نریم، صاف برو یه زایشگاه زن تو ببریم. مگه نمیبینی؟ نگاه نکن که الان حالش خوبه، یهو دوباره میگیره ها. آره راست میگی، مسئله مرگ و زندگی. الان زایشگاه مقدمه بر خونه خاله حشمت صادات. ازت ممنونم که مدت صبر کردی. واقعا ازت ممنونم که هیچ مزاحمتی برام ایجاد نکردی. واقعا زن فهمیدنی. باغ چی شد؟ ماشین من کیه؟ میگم باغ چی شد؟ چه مشکی پوشیدی واقعا؟ ننه بزرگم مرده، این ماشین بهم رسیده. یعنی هیچ اجره ای برای پول نداری ها؟ بگو چی؟ چای میخوری؟ نه خیر. خدا رحمتش کن. خدا بیاموردش. از اون پیرزنم که بیشتر از 40,000 تومان به من نرسید، اونم دادم این ماشینو گرفتم که بیافتم دنبال طلبم از تو، پیاده این برانور نرم. باغ چی شد؟ باغ ببین، دارش همینا موافق فروش باغ نیستن، یعنی میگن ما به باغ علاقمند هستیم. به همین خاطر حرف من جدی نمیگیرن. بیشتر به فکر اون خواهرم هستن که گم شده.
الان هم همه رفتن داتون خالم، میگن چون مادر رفته اونجا ممکنه که خواهرت هم رفته اونجا. حرفا منو خیلی جدی نمیگیرن دیگه، جلسه نمیذارن. منم مغازه گذاشتم برای فروش، چیکار کنم؟ اسم خالت چیه؟ اسم خالت میخوای چیکار کنی؟ گفتم اسم خالت چیه؟ حشمت سادات. پاشو با ماشین من بریم، من میرسونم دم خونه خاله حشمت سادتت. اونجا با کسا کار جلسه بذار، باغو بفروشین. این کاری که میتونی بکنی. پاشو، پاشو، تو بیشتر از این اعصابم خرد نکردی. گی، این ماشین خرابه، درست بشه هم نیست. به جای اینکه با کاربراتش کار کنی، با برقش کار کن. خفه کار میکنه. رضا جان، دایی من، لطفا شما خودتون خفه کار کنید. گفتم استارت بزنید، استارت بزنید. امیر، ببین صفحه بعدی چی نوشته عمو جون. موتور از سه قسمت جداگانه تشکیل شده است. سسیلن، سیلن یا بدنه موتور، کارتر. قطعاتی را که به سسیلن بسته می‌شوند عبارتند از سوپاپ ها، گیت سوپاپ ها، لاستیک گیت سوپاپ ها، فنار و پولک خواهر نگهدارنده ساق سوپاپ، اسپک ها و میل های اسپک، درپوش و واشر آن، منیفولد. فقط آدم های ساده دلن که فکر میکنن هر رو کتابیش و کنف و یاد گرفته ماشین تعمیر کرد. چه نقل میکنی؟ ها؟ چه نقل میکنی؟ تو کادنی نمیتونی که تو بفهمی؟ بچه ها، من الان یه چند ساعتی یه ذره آدم دیگه ای شدم. نذارین دوباره سگ بازی در بیارم. پس آقا اینا اشکالاتی های دوایی. اگه نخواهید دست از لج و لج بازی کردن با هم دیگه وردارین، تو همین جاده ولتون میکنم میرم. فعلا که راه نمیفته، هممون ولیم تو جاده. ولش کن، ولش کن، همون ولش کن، ولش کن. باید تو راحت بش کنم. دیوونه است، ولش کن. شما دوتا خیلی بیشودی. جلو زن زاو با هم داده بیداد میکنین. بهروز، اول این دوتا رو ببر خونه خاله حشمت و سادات پیش بقیه. من دیگه طاقت دیدن این دوتا خروس جنگی نفهمو ندارم. زایشگام نمیبریمشون. بیا بریم. بریم. این تعمیر میخواد. مباسه باش. مهروز، ماشین تعمیر لازم داره. خدایا، خودت روشنش بار. واش خدا نوکرتم. حالا برای خلاص شدن از دست دو آدم نفهمی که هیچ درکی از شرایط سخت ندارن، پیش به سوی خونه خاله خاله حشمت سادات. شما نمیای؟ این محترم و بهزاد تماشین پیاده نمیشن؟ شما برید طرف بهزاد، منم میرم طرف محترم خودم. بعید میدونم مامانم بیاد تو. فقط اینا میتونن که اعصاب خورد کنن. بابا این کارو چی؟ محترم جون، گلدونه کو؟ من یعنی بیام تو؟ بیام تو وقت احترام متوجه میشه که من دنبالش بودم، میفهمه من نگرانش بودم. مادر من، اصلا اول بیا بریم ببینیم خاله احترام تو این خونه هست یا نه. ما داریم حدس میزنیم شاید اینجا باشه. گلدون کو؟ گلدون کو؟ اونجاست دیگه، تو ماشین بهزاده. برو برش دار. میدونم،
میخوای گلدونه رو ورداری بیاری؟ اینجوری بیا یه تقی بهش بزنی بگی ببین چقدر زود غر کرد، چقدر نازک نارنجیه، بعدم بگی درس بگیر ازش. ببین هوشنگ، اگه من تا اینجا اومدم دنبال خواهرم به خاطر خونه، خون. خون دیگه چه صیغه‌ای جدیده؟ محترم خانم، حالا که ما این همه راه کوبیدیم اومدیم، پا نمیشه بره درو بزنه ما بریم تو. میفرماید هوشنگ، من اگر اومدم دنبال خواهرم روی خون بوده. میگم خون چیه؟ حتی این گلدونو بهش نشون دادم و از حکمتش گفتم، خانم برمیگرده منو مسخره میکنه. این برای شما، من جلوی شما تو خونه شما با ایشون صحبت کردم، حالا مطلب جدیدی رو طرح میکنه، خون. یکی از ایشون بپرسه خون یعنی چی؟ میگم خواهر من، محترم خانم، میشه به من بگی خون دیگه چه صیغه‌ایه؟ خون یعنی خون خواهر برادری، یعنی خون منو کشید دنبال احترام. به خاطر آشتی کردن را نیفتادم بیام، به خاطر خون بود. خون میکشه. من این حرفا رو نمیفهمم. پاشو پاشو بیا بریم ببینم احترام اینجا هست یا نیست. اصلا تو این بهزاد چتونه؟ چرا همچین میکنین؟ نمیشه بدون میتینگ کاری رو انجام بدین؟ این همه را کوبیدی اومدیم اینجا، رفتیم خونه بهزاد، اومدیم اینجا، اون وقت میگی خون من آورده اینجا؟ نه خیر، خون یه حرف من در آوردیه. باشه ببینم. محترم خانم، بلند شو، بلند شو از این حرف رو دست بردار. به خدا بسه دیگه. عمه بلند شید بریم دیگه، قهر شما و عمه احترام تمام شد. الان میریم در میزنیم، چند دقیقه بعد شما و عمه احترام سخت در آغوش حمید. پاشید بریم، پاشید بریم. بنده میرم در میزنم. شب شد، ماه در اومد. هی لج میکنه، لج میکنه. لج نمیکنه هوشنگ خان، روش نمیشه. حالا به نظرتون مامانی من اینجاست؟ واقعا نمیدونم. چای نادونی بودیم، مادرمونم بلمون کرده پشده اومده اینجا، اما بالا غیرت هم به ما بگو احترام اینجاست. آره شوخی نکن، اگه احترام اینجاست بگو. احترام کجاست؟ سلام مادر. فکر میکنی آمده اینجا؟ وا پس نایمده. سلام مادر. سلام مادر جان، خوش آمده. سلام مادر بزرگ، عزیزم لباسون، سلام مادر بزرگ، سلام خونه پوری. نمیدونم والا برکه رفته خونه خودش. سلام، سلام. آره خب شاید رفته خونه خودش. پس بریم خونه احترام خانم؟ بریم؟ شما میان دیگه؟ بچه جمع کنیم بریم خونه احترام خانم. از اولش هم اشتباه حد زدیم که میاد اینجا. بریم اون طرف. نه، نمیخواد. حالا که اومدیم یه دقیقه وایسیم. بریم بالا بشینیم، خستگیمون دره. بلکه هم اومد اینجا دیگه بابا. شاید هم حدسمون درست بود. تو راه اومد اینجا. نیومدن شما به خاطر احتمال اومدن احترام خانم نیست. هنوزم جرأت روبرو شدن با خواهرتو نداری. من فقط همینو میخواستم بگم. چه تابلو قشنگی مایی بخانم. نه دست شما درد نکنه، زحمت کشیدین. عجب عجب. تو هم همینطور. خیابون رو نگاه کن، این ورش رو نگاه میکنی. شما
رضا جون دایی یه نوار بذار. بخشش خرابه دایی نمیشه. چه؟ بیژن خان اینجا یا درست ببرم در خونه خاله حشمت سادات. چشاتو چرا بستی؟ من نگاه کن ببینم این چه حرکتیه؟ دارم فکر میکنم. نمیخواد فکر کنی، فکر کردن زیادم تو رو به جای جالب نمیرسونه. میخوام این قضیه رو آروم تمومش کنم بدون آبروریزی. ببین سویلا، من یه بار ماجرای فروش باغ به داشتم نگفتم سربسته. خب الان نمیدونم چه ریختیات بهشون بگم. سربسته رو ول کن پیاده شو، چه آدم تو باش آروم صحبت میکنه سوء استفاده میکنه. برو پایین ببینم سری. سربسته چیه بهت برخورد؟ نه تا رسیدی سری جدی و غیر سربسته میگی باقو بفروشن سهم تو بدن، ولی خودم میام غیر سربسته میگم سهم آقا بیژن رو بدینا. بعد از ظهرم میری مغازه تا من میام جواب بگیرم. جواب یعنی چی؟ یعنی پول. این پول خود دوم امتحانه. بیژن خواهر دیدی؟ اینی که رو برو رد شد بیژن بود. این اینجا چی کار میکنه؟ لابدون هم مثل بقیه که داشتن دنبال شما میگشتن اونم اومده دنبال شما. خاله حرف زد، حرف زد، حرف زد اینجا. بعضی نمیتونم حرف نزنم اما بیژن داشت میرفت مرز. لابد لابد اینجا مرز دیگه یه مرز حرف نباشه. بهروز به پیش یه طرفی که این ما رو نبینه، چشمم تو چشمش نمیخوام بیفته. اصلا دیگه اعصاب این یکی رو ندارم. بودو کن بودو. بخواهر وای میسلیمه سلام علیکی میکردیم دیگه. لازم نکرده، همینی که گفتم شما بپریم پایین 10 دقیقه تو این کوچه ها ولو باشین بگردین که با بیژن وارد نشین. یه وقت نفهم میشه ما دیدیمش وای نسادیم بد میشه. بهش نگینا دهن لقی نکنین. بچه ها بپرین پایین یالا. شما الان کدوم زایشگاه میرین خاله احترام؟ نونه حالان. خاله نمیایم بریم تو؟ بیایم بریم تو. همون تو منتظر شما. دل همه شور شما رو میزد خاله. بیایم بریم تو. خاله تا آشتی فقط 100 قدم راهه، فقط 100 قدم. آبجی اترام
داره راست میگه وا. هوشنگم اونجاست، میریم شورت ازش پس میگیریم، با شورت میریم زایشگاه ها. بهروز بریم بابا، من الان دوباره داره دردم میگیره، هنوز تو فکر شورلته. چش چش بچه ها، بریم بریم، سلام رو به همه برسونیم. رفتیم. هوشنگ، حالا اتاق بهم دادی، خدا پدرتونو بیا. هوشنگ کی بود؟ سم میگیره از دستش، همیشه همینجوره، یه در میره واسه نیم ساعت طول میره. در خانه رو باد وا کنه، بعضی که داماد وا کنه. حالا شما بفرمایید، غذا سرد میشه. سالات جان سر کن هوشنگ بیاد داماده، شاید احترام خانم باشه. پاشون بینمه، پاشون بینم احترامه. خاله برین، شما پا پیش بذارین. اگه ما نمیریم به خاطر اینه که شما تو خلوت با هم آشتی کنی، وگرنه منم فکر میکنم مامانی باشه. محترم پاشو برو، نذار اینا فکر کنن که تو میترسی. دست شما درد نکنه. احسن بچه‌هاش با فراز حاج خانم. فراز کدوم خریه؟ اونم اینجا؟ ای بابا بیژنه. با فراز یه انسان آزاده از همراه ما آمده مادر بزرگیشو پیدا کنه. بیژن بابا دست نزیر دعوتات بردار. ببین من سهممو میخوام، خب باقو بفروشین. اون تلفنو آفتاب لگن جاد هیچ کم نمیخوام، فقط سهممو میخوام. خب این که به من مربوط نیست، به بزرگای خانواده مربوطه. خاله جان ببخشید. بفرمایید. ببخشید. کی بود؟ میجم. حالا بخوریم؟ بخور. سلام. من ندم از بینم بخوابم. این چشه؟ نمیدونم. آخه این ماشینه رو من برسیم خریدم. یعنی میدونی مادر، دو تا کادو برش گرفتم که خیلی خوشحال شده. یعنی ماشینه بود، یکم که مغزه رو نامش کردم. از طلا ملا خیلی خوشش نمیاد. سیما این داده به من فعلا امانت، دارم برای یه جبهه بافتنی باشم. مادر من خیلی خستم، بگم بخواب. کاش غذاته میخوردی. بله ندارم، یه جوی از خاله اشمتی جو از خواهی کن نورد نشه. ببخشه. فکر نکن میخوام با حرف بزنم، یعنی معنیش اینه که تو راست میگی یا دارم منتون میکشم، فهمیدی؟ خوام بگم آنو میخوام. پس حرف نزن، چون همین فکر رو میکنم. خوام بگم آنو میخوام بگم خونه خالش مستاده، چی بگیم به؟ چرا وضع اونطوری؟ میپرسه دیگه بالاخره. میگیم دعوامون شده، این واقعیت. من اونو میخوام ما رو آشی بدم، من رو حسیل آشی ماشی با تو ندارم، فهمیدی؟ آقا این واقعیت. آخر میگیرم میزننت بابا تینا. زدی صورت منو کبوت کردی، از این میترسی؟ صحبت آشتی دادن نیست. حرف به خود نزن بابا، حرف به خود نزن. برو یه خالی بندی بساز که مثلا بگیم
اون شد که این شد. آره بابا من دروغ نمیگم. آره منم به همه میگم چی ها گفتی که خونم به جوش اومد. نمیتونی بگی. چی میخوای بگی؟ میخوای بری بگی من بهت گفتم خاطر خواه دختره نباش؟ نمیتونی بگی. وای خودت چه حالی داد زنمت؟ بازم میزنمت. مطمئنم امیر تقصیر تو بوده. چی؟ نه بابا تقصیر این بود. من دیگه وسط اون تیغه قیامت کشیدم. یعنی اگه فقط توی عروسی از جای جای سر خواهی کسی نام ببینم. بگر نه دیگه اصلا فکر کردی من میخوام با تو آشتی کنم. اصلا جفتتون غلط کردی. این اصلا به کسی علکی بر نمیخواد. خانم ساکت این؟ اینا دارن همون حرفای تاریخی رو برقرار میکنن که از حبامیشون یاد میدن. کوزه و ما گرد جهان میگرده. نه احترام کنیم. بیشن جون احترام پیدا شده ها؟ خب چشم شما روشن ها؟ چی داری نگاه میکنی؟ خانمه با مادرش اومده. من که مادر نم. مامان دوروبر چقدر شلوغه. دوروبر من چی؟ نه بابا من هستم. توتی هست، احترام هست. اصلا همین الان اگه بریم خونه خاله حشمت صداد کل خاندان گلکار میریزن اونجا. اون وقت که زایدن میشه عین عروسی شلوغ. خانم ما دو ساعت اومدیم اونجا نمره گرفتیم، کسی نیومده بگه حالتون چطوره. خب ما هم زاو داریم دیگه. حسرت خوردی گفتی مادر نهرم، اینم یه قاطی کرد. من دو تا دخترم آوردم اینجا زایمان کرده تو نونهالان. آقای دکتر کسرایان هستن؟ بله هستن. بگین خانم گلکار منو میشناسه. الان زاوی شما کجاست؟ اونجا نشسته. این خانمی که الان کنار شما داره درد میکشه. زاوی شما که درد میکشه، تحمل داشته باشی. منیچ این زنه
الان بیاد اینجا ببینه تو درد مردن یه کاری میکن همه به اون میخنده با پاشو برو جلو به احترام بگو تو مادر منی چه میدونم یه جوری بهش بگو شما این مادر من اینو بهش بگی ساکت میشه تو بیکاری حسد مسد میخوری منی از این بعد میخوای حسد مسد بخوری تو دلت بخور پاشو برو به احترام بگو تو مادر منی اگه نگی بهش تو مادر منی بهش بر میخوره با منیچ پاشو تون باش جون من برو 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 دیگه احترام احترام خانم جون شما مثل مادر من میمونید ولی من الان درد ندارم که بذاری خانم به جای من زایمان کنه من الان وقت زایمانم نیست والا شما هم جای مادر من یعنی الان درد نداری؟ نه به جون خودم من درد ندارم میتونی بری بشینی؟ آره بریم بشینی آره خواهر بوس نشست من جین احترام الان خیلی مهربون شده اگه درد مرد نداری پشت بریم خونه خاله حشمت سادات تا این مهربونه با بیژن محترم آشتی کنه بره پیکارش چیزی میگی واسه خودتا حالا بسه اول من ماینه بکنه شاید من دوباره دردم برگشت یه حرفی علکی واسه خودت میزنی حتی یه سر نمیانیم و بگن تو عاجزی به درک عاجزی یکی میاد بگه تو مرده ای زنده ای خیلی بچم یه بده کاری گشنه ای زنت کو بچه تو حتی هم فقط گفتش که دفعه دیگه تکرار نشه. آقا شما می‌فهمید به نظر شما رویه و خلق و خوی انسان با گذشت و ایثار بیشتر عجینه یا با کینه و انتقام جویی یا با هر دوش؟ گذشت. گذشت. بله. گذشت. نه. انتقام جویی. رویه انسان با انتقام جویی بیشتر عجینه. گذشت یعنی چی؟ ببینم. یعنی حالا تو داری به یه کسی تیکه میندازی دیگه آره؟ آقای خاطرخواه ببین تو با همسر آیندت که به خاطرش مامان بزرگتو ول کردی تو بیابون گذشت نداشته خاله من شوخی کردم من میخواستم بگم یعنی چه سوال بی خودیه خب معلومه گذشت بهتر از انتقامه خواهش میکنم ازتون از دست من ناراحت نشید آدم باز همیشه گذشت داشته باشه چون آخرش موته عین حقیقته بچه حرفشو گوش کنه موته ما باز خوبی بکنیم مقصد بزنه بچه‌مون تو خونه ببینیم اخلاق خوش داشته باشیم جوری رفتار بکنیم که اونا با ما اخلاق خوش داشته باشن طبق همین روایت و این شعر آخرش مون خوبی داداش می‌خواستم درباره این پدر مادر رو یه خورده تعریف کنم که گذشت داشته باشن مثلا ما رو مثلا ما دو خواهر رو مثلا تو بستنی می‌خوری داداش یه چش دوست داشته باشن میگه تو بدی تو خوبی یه خورده گذشت داشته باشن دندونش ولی مگه چی میشه قربونش برم من چه بلبل زبونه من دارم میخواد اگه دختر بیارم اینه این باشه این بلبل زبونه؟ یه بلبل زبونه ولی ماما که نمیان مصاحبه کنن وگرنه بهشون میگفتم ما اصلا گذشت نداریم من آدم خیلی روکی هم حرفمو میزنم خانوم روک در زندگی اینقدر گذشت کردم که شاید زبون زد همه فامیلم منم تو زندگیم خیلی گذشت کردم اما نذاشتم هیچ کی بفهمه چند وقت پیش تو خیابون انقلاب یه خانم مجری اومده بود با من مصاحبه کنه گفتم من صحبت بلد نیستم
ولی نخواستم تظاهر کنم. خب مصاحبه میکردی. من هر جه نشستم گفتم زنم با من خیلی ساخت، خدا عاقبت به خیرش کنه چون زن خوبیه. من میگم پنهان نمی کنم. بالاخره یه مقداری گذشت که کانون گرم خانواده‌اش از هم پاشیده نشه به خاطر بچه هایی که دارم. خانم آقایون، آقایون، تازه متوجه حضور ایشون شدین؟ ایشون الان یک ساعت اینجا وایستاده، دو بار به من گفت به تو چه؟ خوب نبود، درست اون طور که باید نبود، تو خونه دل نمی‌بست. این زنه رو ببینی؟ اینا رو ببینی؟ سر به بیرون بود، خوب مرد توی دوربین جای رو شوهرش داره از شوهر چغلی میکنه. هرچی هر کاری که من هیچی نمیگفتم. عجب جرأت و انصافه. شما نظرتون چیه آقا؟ گذشت داشته باشن کار تموم میشه، درست میشه. من یه خورده اول زندگیمون یه ناراحتیایی داشتیم. این ناراحتیایی داشتیم ولی حالا کم کم خوب شد با اینکه سه چهار تا اولاد گیرم اومدن، دیگه کم کم اخلاقم خوب شد. چی شده مادرش؟ چرا ناراحتی؟ چته؟ مادر باغ باید بفروشم. بایدی در کار نیست عزیزم. مادر جان من سهمو میخوام مادر. شنیدم بچه هم میخواستن به قرض بدن، قبول نکردی. رضا بیمارستانه که گفتی کجا بود؟ اگه به امیر باشه خردسالا. نه فعالا وقت کرایه نیست. خب نان حالا یا فاطمه زهرو. چی شده مامان؟ برادرم، سر برادرم، بچه برادرم، وای خواهرم. توتیه بالاخره رفت. خیلی آرزو داشتم اونو به بچم نشونش بدم. توتیه خوبی بود، توتیه ساکتی بود، توتیه باشعوری بود. پرنده است دیگه، بال داره پر میزنه میره. مثل ما پناهگاه نمیخواد که. بهروز خوبی؟
تو چی تو خوبی؟ من چیزی نیست خوبم. مش باش گرفته نه خوبم نمید کرد خواهرم ما نورتی؟ نه اپی جان؟ نه ام محترم؟ اپ ازاد؟ احومایون؟ پکی؟ از این صدام کسافت از این صدام لعنتی الان فقط از این صدام کسافت بدم میاد الله لعنت بزن بزن منش الله لعنت رسیم الله لعنت رسیم آقای آقایون آقایون آقای خانم با شما کجا شده کلا کردیم آقای خونه احتیاطیتون باشه آقای که با مهربون شما رو با من خوش کنه آقا جون شما هیچی نیست خدا به تو بسونم بچه ها مادر شما اگه بگیم بچه هم گرفتارن میخوام باقو بفروشن همه به شما بگن چشم مادر من گرفتارم گوش کن من اگه بگم باقو بفروشین بگم هیچ کس یه دنه هیچ کس نباشه مادر جون همه به حقش مادر من گرفتارم حرف نزن زود باش را بیوف بریم نونه حالا نونه حالا کجاست نونه حالا کجاست نونه حالا زایشگاهی که بهروز زنشو برده زایشگاهی که حوالش موشک خورده فهمیدی آقا همه دنیا فهمیدن الا تو بگم من چون گفتم باقو بفروشین تو هم غریبه؟ باشه باشه چون من گفتم باقو بفروشین هیچ کس رو سوار نمی کنه؟ تو هم غریبه؟ باشه بفرمین شما بیشن خب یه با ما بریم دیگه بریم شما خیلی ممنون یا سوار شو آقا جون حالا که وقت این حرف رو بفرمین خانده داشت بفرمین عمو بیشن عمو جا تو رو خدا بیا بریم ما دلشوره داریم تو رو خدا بیا بریم بابا عمو احتمال دارم نه عمو به روز مریجا خانوم هم مهترا بچی توی شکم مریجا خانوم همه تیکه تیکه شده باشه عمو تو رو خدا بیا بریم بابا یکی صدا کنی عمو بودو بودو عمو جون مادت بیا بریم عمو بیا عمو اللهی قربتون بیا 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 عمو تو رو خدا بیا سوار شو عمو بابا بریم بریم بابا تو قول میدم قول میدم اگر خواهرم برادرم زن برادرم بچه برادرم سالم باشن هیچیشون نشده باشه بمب و موشک نخورده باشه بهشون با احترام آشتی کنم خرونم بذارم زیر پا شب سنگ زیرین آسیا چشمامو ببندم و فقط آشتی کنم برم جلو بگم خواهر جون من فهمیدم که طاقت عذابتو ندارم بگم فهمیدم که محبت خواهری میچرمه به اون غرور کوری که من دارم غرور به محبت میچرمه؟ محترم جون ما شنیدیم که با خدا قول دادی جاسوسی منو میکردی؟ نه گوش میکردی خدا یه فرصت خوبی بهت داده من مطمئنم با خوب کسی معامله داری میکنی با یه کس خوش حساب خیلی خوب حالا تونتر برو گفتم